با وجود فلزات تیز در بخش‌های مختلف بدنشان، آنها با نوای طبل چرخیده و ذکر می‌کنند. این مراسم را ذکر می‌گویند و پیروان صوفی رفایه آن را هر یک شنبه دایر می‌کنند. یکی از بخش‌های مهم این مراسم سوراخ کردن اعضای بدن است. پیروان این طریقت آن را نشانه‌های از رحمت خدا می‌دانند. هذا ضرب مو كل من يقدر يضرب. هر کی این چنین سوراخ کرده نمی‌تواند. واقعیت دارد که بودایی‌ها هم چنین عمل را انجام می‌دهند، اما آنها این کار را به عنوان هنر انجام می‌دهند. یک ترکیب از هنر و جادو. دو روش وجود دارد، یکی حیله و دیگر آن کرامت است. طریقه ما کرامت است و آن عدیه است از جانب خداوند. صوفیزم و یا تصوف من حیث یک بخش از اسلام که به درونگرایی، عرفان و روان و روح می پردازد شناخته می شود. یک شخص عادی که هنوز درویش نشده است، اگر من به آنها یک پیچکاری را هم بزنم، خونشان جاری می شود و درد را حس می کند. ولی فردی که ذکر می کند، درد را حس نمی کند، بلکه ممکن اندک خونریزی کند. ولی این خونها تنها نشان می دهد که ضربه واقعی است و نه تصنعی. سید دهم سید نصیر یکی از پیروان این طریقت است. الانبیاء عندهم المعاجز. پیغمبران معجزه دارند و پیروان پرهیزگار کرامت و کرامت اهل بیت را تا روز قیامت با خود دارند. اما پیروان تصوف برخی مناسک را دارند که از جانب پیروان عمومی اسلام مورد انتقاد قرار می گیرد. خدیجه همال کوزه، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.